تجارت آلمان با رژیم ایران در نیمه اول سال به نصف رسید. لندن: تهران باید فعالیت‌های بی‌ثبات کننده در منطقه را متوقف کند. تحقیقات FBI درباره شرکت افراد در کنفرانس‌های رژیم. اداره فدرال آمار آلمان گزارش داد تجارت این کشور با رژیم ایران در نیمه نخست سال جاری به دلیل تحریم‌های آمریکا به نصف رسیده است. صادرات آلمان به ایران از ژانویه تا ژوئن حدود 49% کاهش یافته و به 676 میلیون یورو رسیده است. طبق این آمار، واردات آلمان از ایران نیز در ظرف 6 ماه نخست سال 2019 حدود 44% کاهش پیدا کرده و به 110 میلیون یورو رسیده است. سخنگوی دولت انگلستان روز دوشنبه گفت رژیم ایران باید فعالیت‌های بی‌ثبات کننده خود را در منطقه متوقف کند. وی افزود بوریس جانسون نخست وزیر انگلستان امروز با جان بولتون در مورد بسیاری از موضوعات امنیتی از جمله پرونده رژیم ایران گفتگو می‌کند. یک مقام بلند پایه دولت ترامپ گفته است جان بولتون سعی خواهد کرد تا انگلستان را متقاعد کند تا فشارها را بر روی رژیم ایران افزایش دهند. برخی مقامات جدید لندن اعلام کردند که توافق هسته‌ای با ایران تقریبا مرده است. صبح امروز پاسداران جنایتپیشه یک کاسبکار کرد به نام سعید حسنپور 44 ساله را با شلیک گلوله در مرز اشنبیه به قتل رساندند. اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI به دنبال آمریکایی‌هایی است که در کنفرانس افق‌های جدید رژیم ایران شرکت کرده یا در نظر دارند شرکت کنند. خبرگزاری اسپوتنیک روسیه روز دوشنبه با درج این خبر نوشت در ماه ژوئیه گزارش شده FBI ماموران را به خانه اسکات ریکارد در فلوریدا فرستادند که یک مترجم پیشین نیروی هوایی آمریکا و آژانس امنیت ملی آمریکا بوده و یک بار در کنفرانس افق جدید شرکت کرده است. به او نسبت به شرکت در این نشست هشدار دادند. ورنلیا رندل یک آفریقایی آمریکایی است که در سال 2015 در کنفرانسی در تهران شرکت کرده و مورد بازجویی FBI قرار گرفته است. علیرضا حائری عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران اعتراف کرد سالانه 100 تا 120 میلیون دلار پارچه چادر مشکی وارد می شود. وی گفت این در حالی است که با هزینه 20 تا 25 میلیون دلار می توان یک خط تولید 10 میلیون متری چادر مشکی را اندازی کرد. به گفته حائری پارچه چادر مشکی از کشورهای جنوب شرقی آسیا همچون چین، اندونزی، تایلند و کره به ایران وارد می شود. به گزارش یورونیوز 5000 معترض هنگ کنگی در ترمینال اصلی فرودگاه بین المللی هنگ کنگ حضور یافتند. مقام‌های فرودگاه لغو تمامی پروازهای ورودی و خروجی را اعلام کردند. انگیزه هزاران معترض سیاه‌پوش حاضر در این فرودگاه جلب توجه مسافران خارجی به جنبش دموکراسی طلب در این کشور اعلام شده است. آنها تلاش می‌کنند تا با سردادن شعار و خواندن ترانه‌های اعتراضی حساسیت ناظران خارجی را برانگیزند.